ادامه اختلالات قلبی عروقی پاتوفیز کتاب خلاصه دیلیتد کاردیومایوپاتی رو گفتم تو اون ویدیو، باید کات کنم وست کنم. این جدول رو داشتیم میخونیم که یه آدم مزاحم بعد مزاحم شد. بعد گفتیم که نارسایی دریچه دولتی و سلتی ناشی از کاردیومگالی و ضعف عضلانی پاپولاری باعث مرمر سیستولیک میشه، یعنی صدای سیستولیک مرمر رو ایجاد میکنه. این نارساییه. نارسایی چی؟ دریچه دولتی و سلتی میشه چی؟ بایسپس و آره بی کاسپید و دیری کاسپید. نارسایی قلبی باعث ریتم کالوب صدای استریو اس فور میشه، نارسایی قلبی. و فیبریلاسیون دهلیزی باعث نبض نامنظم میشه. از طرفی کاهش برونده قلبی داریم و این کاهش کاردیوگرافی باعث کاهش خون رسانی کلیه هم میشه. اما دیلیتد کاردیومایوپاتی عوارضش چیه؟ آریتمی، ایست قلبی، نارسایی قلب، ادم ریوی، آمبولی ریوی یا سیستمیک. درمانش چیه؟ با داروهای مهار کننده آنژیوتنسین کانورتینگ انزایم به منظور کاهش افترلود و اتساع عروق. دیورتیکا جهت کاهش احتباس مایه. دایگوکسین و دوبوتامین جهت بهبود قدرت انقباض قلب، یعنی پوزیتیو اینوتروپیک. هیدرالازین و ایزوسوربای جهت اتساع عروق. مهار کننده های بتا آدرنرژیک جهت نارسایی های کلاس 2 و کلاس یا کلاس 3. حالا نارسایی کلاس 2 و 3 رو بگو. گفتیم 4 تا کلاسه. کلاس 1 میگه که هیچیش نیست، کلاس 2 میگه یه اسلایتلی لیمیتیشن در اکسرسایز، کلاس 3 کامپلیت لیمیتیشن، کلاس 4 ایون پین ات رست. بعد میگه داروهای ضد آریتمی، آنتی آریتمی یا کارگزاری دستگاه ICD جهت کنترل آریتمی ها بایستی داشته باشه. داروهای آنتی کوآگولانت مصرف کنه. پیس میکر دو بطنی جهت افزایش هماهنگی قلب. یادت پیس میکر دو بطنی عکسشو یه قلب گذاشته بود، گفته مثلا این قطب منفی قطب مثبت، بعد پیس میکر وضع کرده بود آورده بود رو سطح پوست، گفته بود ایمپلنتیبل هم هست. جهت افزایش هماهنگی قلبی در صورتی که علائم با درمان دارویی همچنان ادامه پیدا نماید، افزایش زمان به بیش از 13 ثانیه و یا کاهش کسر تخلیه‌ای ایجکشن فرکشن به کمتر از 35%. بیمار در کلاس 3 یا 4 نارسایی قلبی باشه بایستی پیس میکر دو بطنی گذاشت. اوکی؟ بهش میگن بایپولار پیس میکر. گاهی جراحی CABG یعنی چی؟ یعنی کوروناری